این ضرب المثل رو هیچ وقت شنیدید که وقتی جوونی آرمانگرایی پیر که میشی میفهمی که دنیا رو نمیشه عوض کرد حرف درستیه نه؟ تا وقتی بچه هستیم نقشه و آرزوهای بزرگی برای بهتر کردن جهان داریم اما بزرگ که میشیم شنیدن اخبار فقط ما رو غمگین میکنه فقط به این همه جنگ هایی که اتفاق میافته نگاه کنید عراق، سوریه، فلسطین، کنگو، اوکراین این فهرست ادامه داره رسانه های اجتماعی به ما این امکان رو میده که لحظه به لحظه شاهد این وقایع وحشتناک باشیم اونقدر این وقایع نامید کنندند که آدم درش میخواد تلویزیون رو خاموش کنه و روزنامه رو زمین بذاره چون کاری از دستش بر نمیاد این اعتقاد که کار چندانی نمیتونیم بکنیم باعث میشه خودمون رو درگیر مسائل مهم جامعه نکنیم و در نتیجه برای پیدا کردن راه حل ها وقت نذاریم به جای اون سرمون رو توی لاک زندگی شخصیمون فرو ببریم تا چند سال پیش خود من همین وضعیت رو داشتم غذاهای ارگانیک میخوردم و جنس که از طریق تجارت منصفانه عرضه میشد رو میخریدم. اما تقریبا خودم رو از همه چیزهایی که در خارج از زندگی میگذشت کنار کشیده بودم تا اینکه کسی رو دیدم که نشونم داد اشتباه میکردم. این مرد سیلوستر بویرا پناهنده ای از کنگو بود. تقریبا همه خونوادش رو از دست داده بود. همه اونها در اثر خشونت مرگبار مرده بودند. خودش هم برای دو هفته رو و شکنجه شده بود. هنوز جای زخم روی دستش معلوم بود. Now, this man, if he would just... اگه این مرد از جاش تکون نمیخورد و تسلیم میشد، کسی ملامتش نمیکرد. دلایل کافی براش وجود داشت که زندگی مثل من برای خودش پیشه کنه. اما به جای نشستن فعال بود امیدوار بود و خوشبین دائم کار میکرد و آدمها رو دور هم جمع میکرد از جنایت های دولتش و شورشی ها میگفت با همین کارها موفق شده بود اقداماتی ترتیب بده تا مجادله های محلی رو حل کنه و جون عده زیادی رو نجات بده توان انجام این همه کار از کجا می اومد؟ از فهم این که اون میتونست انتخاب بکنه در واقع او به من می گفت که قاتل خونوادش باعث شده با این انتخاب روبرو رو بشه سیلوستر میتونست فرار کنه، پنهون بشه یا به یکی از گروه های شورشی کنگو بپیونده پیونده تا انتقام خونوادش رو بگیره این همون کاری که خیلی از جوانهای دوروبرش میکردند. اما در عوض چیزی رو انتخاب کرد که تقریبا غیر ممکن بود تصمیم گرفت تا برای صلح در کنگوی شرقی مبارزه کنه. در واقع این انتخابی بین دو آرمان متفاوت بود. پناه بردن به این ایده قدیمی که جنگ گریز ناپذیره پس بهتره که به تیم برنده بپیوندی. پیوندی یا انتخاب این ایده که صلح ممکنه حتی در جایی مثل کنگوی شرقی. دلم میخواد امروز از شما بپرسم آیا ما نمیتونیم انتخاب مشابهی بکنیم؟ به نظرم با نگاهی به همه جنگ هایی که دور بر ما اتفاق میافته خیلی ها ممکنه فکر کنند که جنگ ناگزیره مثل قانون طبیعت و آیا میشه کسی رو برای چنین طرز فکری ملامت کرد؟ فکر نمی کنم چون این فکر نه تنها در رسانه ها و سیاست بلکه در کارهای هنری فیلم و ادبیات هم مرتب تکرار میشه in اگه تصور و ایده ما از جنگ این باشه okay. کار چندانی نمیتونیم بکنیم اما اگه ما انتخابی داشته باشیم چی؟ اگه بتونیم ایده دیگه اتخاذ کنیم چی؟ I mean, you know میدونید که برای جنگ one? چی لازم دارید؟ اسلحه، سرباز، تدارکات، کارزار تبلیغاتی و البته پول خیلی خیلی زیاد. Just... همین این چیزها ظاهرا حاضره. جنگ یعنی تلاش های گسترده نظامی، سیاسی و اقتصادی که هیچ کدوم بدون اینکه انسان‌های آگاه، آگاهانه تصمیمات رو اتخاذ کنند، میسر نیست. جنگ قانون طبیعت نیست. جنگ مخلوق آگاهانه و ارادی کسانی است با یک ایده. و تلاشی مدام برای محقق کردن اون ایده و دقیقا به این دلیل که جنگ مبتنی بر ایده و انتخابه ناگزیر نیست چرا نه؟ چون ما میتونیم انتخاب دیگه ای بکنیم همینجا و همین حالا تا وقتی که ما در مقابل ایده های مخرب منفعل باشیم خود ما قسمتی از مشکل خواهیم بود اما به محض اینکه قبول کنیم که صلح واقعا ممکنه به قسمتی از راه حل تبدیل میشیم ایده ها چیزهای بسیار قدرتمندی هستند هم منفی و هم مثبت جنگ از ایده های مردم شکل میگیره ایده تنفر و رویای قدرت و ثروت اما ما می‌تونیم ایده متفاوتی رو انتخاب کنیم اون ایده ها با مقدار زیادی کار و پول رشد کنن چی میشه اگه همینقدر کار و پول رو صرف ایده های دیگه ای مثل صلح، برابری، جامعه آزاد و باز و حقوق بشر برای همه بکاریم. آیا متوجه این هستیم که هر چی دور و بر ماست از چیزی خلق نشده جز ایده؟ حتی خیلی چیزهای زیبا و مفید مثل صندلی که روش نشستید، موبایلی که توی جیبتونه، کارخونه ها، همه چیزها از جایی شروع شده که ایده‌ای به ذهن یکی اومده. خیلی از ایدهها در ابتدا به نظر مسخره می اومدن مثل پرواز در آسمان یا صحبت با کسی که هزاران کیلومتر با شما فاصله داره اما در نهایت به حقیقت پیوستند نمیدونم که همین شرایط هم درباره ایده صلح صادق خواهد بود یا نه سالها پیش جان دلون گفت جنگ تمام است اگر بخواهید به عبارت دیگر جنگ امری ذهنی ایده است میتونیم یه ایده دیگر رو انتخاب کنیم این نتیجه ای انتخابه بر اساس این ایده که صلح امکان پذیره به کمک سیلوستر بویرا پروژه صلحی رو شروع کردیم به کمک روزنامه نگارای محلی و مناطق بحران زده میخوایم اطلاعات جمع کنیم مردم رو آموزش بدیم و دولت رو وادار کنیم که اقدامی صورت بده من حقیقتا معتقدم که ما میتونیم تغییر ایجاد کنیم معتقدم شما هم میتونید تغییر ایجاد کنید چون ایده هایی مثل این محتاج مردمیه که بهش معتقد باشند و دائم و آگاهانه برای رسیدن به اون تلاش کنند پس اجازه بدید قدم اول رو برداریم همین امروز، همین حالا و همین جا و ایده های شما رو به دنیا بیاریم ایده ای رو در نظر بگیرید که خیلی بهش علاقه دارید چیزی که واقعا آرزو دارید اتفاق بیفته مطمئنم بلافاصله صدایی رو میشنوید که میگه واقع بینانه نیست خواب و خیاله شدنی نیست اون صدا رو به گوشه ای برونید و بگید شدنیه بعد خودتون رو در پنج یا ده سال آینده تصور کنید که به اون ایده جامعی عمل پوشوندید بعد به فردا فکر کنید اولین قدمی که میخواید بردارید چیه برای اینکه چیزهای زیادی که میتونید انجام بدید از فردا شروع میشه از مطلع شدن درباره مشکلات زیادی که در جامعه هست یا میتونید با یکی از ایده های خوب موجود همراه بشید جایی داوطلب بشید یا با کسی شروع به حرف زدن کنید درباره چیزی که واقعا درتون میخواد عوضش کنید با همین قدم های که هر تغییری شروع میشه هرگز به کسی اجازه ندید که به شما بگه تغییر جهان شدنی نیست برای اینکه هست و شما همون هایی هستید که میتونید تغییرش بدید the ones Thank you very much.